درود به شما بینندگان ارجمند، امیدوارم روز و روزگاری خوش داشته باشید. خیلی خرسندم که در یکی دیگر از برنامه‌های با هم خدمت شما هستیم. ممنون رضا، سلام میگم به شما عزیزان بیننده برنامه با هم، همه شما که برنامه با هم رو دنبال کردید از طریق تلویزیون کانال جدید، از طریق وبسایت و صفحه فیسبوکی صدای مهاجر که ازشون خیلی ممنونیم به خاطر همکاری همیشگیشون، و همینطور از طریق یوتیوب و تلگرام و همینطور در صفحه فیسبوکی با هم. یادتون نره با هم برنامه است در دفاع از حق شهروندی مهاجرین و پناهندگان افغانستانی در ایران. صدای اعتراض ماست به رفتار غیر انسانی، نجات پرستانه و فاشیستی جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان افغانستانی در ایران. یک مورد دیگر می‌خواستم اشاره کنم که با هم صدای اعتراضی یک جمعی است که بر ناگزیر هستن افغانستان را ترک کنن به دلیل مشکلات امنیتی، به دلیل ای که امکان زندگی در اونجا نیست و در قدم اول در دام جمهوری اسلامی ایران میفتن و زجر بسیار زیادی میبینن و بعدش هم اگر در کشورهای دیگه خود میرسونن هنوز هم مشکلاتشان زیادتر میشه. به خاطر از اینکه ما بر این مشکلات پیروز شویم، ما میخواییم که همکاری شما را هم با خود داشته باشیم. پس تماس با برنامه با هم رو فراموش نکنید، همینطور از طریق تیوی با هم که در پایین صفحه میبینید، از طریق تلگرام کافیه که دستتون رو بذارید روی میکروفون و برای ما پیغام صوتی، نوشتاری و یا هر چیزی که فکر میکنید لازم هست بفرستید. پیام های شما به مثل همیشه از تلویزیون کانال جدید و از برنامه با هم پخش میشه. با هم صدای اعتراض همه ماست نسبت به بیحقوقی و رفتار نجات پرستانه. و اما در برنامه امروز ابتدا گفتگو داریم با یک جوان بسیار فعال که در مورد حقوق مهاجرین بسیار فعال است، کارهای بسیار ارزنده ای را انجام دادن، و سپس هم از اعتراضاتی که در سویدن و در کشورهای اروپایی راجع به بازگشت اجباری پناهندگان افغانستانی در اروپا سازماندهی شده در اون مورد صحبت خواهیم کرد، و همچنان در مورد تشکلات تازه‌ای که در زنان که در افغانستان شکل گرفته در اون مورد هم صحبت خواهیم کرد. بسیار عالی. خب امیدوارم که مهمان عزیز برنامه ما عارف مرادی تماسشون با ما وصل باشه. بله عارف عزیز، صدای ما رو دارید؟ شما دارم. عارف مرادی عزیز، من شما را در ابتدا بسیار خوش آمدید میگم و برنامه با هم خیلی خوش آمدید. ما واقعا سپاسگزار همه زحمت های شما هستیم و مایلم که ابتدا با شما معرفی شویم از زبان خود شما. سلام علیک، عارف مرادی هستم و از همه اول یک سلام گرم خود را بر همه بینندگان تلویزیونی با هم و مخصوصا به خودت اوریا جان و آقای سیامک عرض میکنم. میتونیم برنامه رو آغاز کنیم؟ عارف جان، ما خیلی دوست داریم بیشتر با خودت آشنا بشیم. در معرفی خودت برای بینندگان ما چی میگی؟ عارف مرادی کیه؟ چه میکنه؟ خب من خودم یک بچه پناهجوی تنهای افغان هستم که سال نوامبر 2014 آمدم به سویدن، بدون فامیلی آمدم و تقریبا دو نیم سال زیادتر میشه که در سویدن زندگی میکنم و فعلا خودم منفی خوردم و جواب اخراجی خوردم و وزیگبا، ولی خودم بسیار در این جامعه سویدن بسیار آمده شدم، بسیار شناخت پیدا کردم با مردم، با بسیار گروه های فعال که برای پناهجویان، برای بشردوستانه با مهاجران کمک کنه با همه از کار مونم و ادامه داریم و کوشش میکنیم که صدای همه مهاجرین، مهاجر مخصوصا مهاجرین افغانستان را در گوش از دولت و در گوش مردم سویدن و در گوش جهان برسانیم. عارف چی شد که افغانستان رو ترک کردی؟ افغانستان، خب همه ما میدانیم که افغانستان یک کشوری است که افغانستان 40 سال، بیش از 40 سال جنگ در وجود داره. همه گروپ های تروریستی مثل طالبان و مثل داعش و مثل القاعده و مثل از این گروپ های حقانی نتورک و از این گروپ های دیگه در اونجا بسیار فعال است. یک دولتی نداریم، یک امنیت نداریم در اون کشور، آزادی نداریم. پس امی مجبور میشه که آدم که همه خانه را و کشور خود را و همه جا و مکان را ترک کنه بیاید در یک رای مسافرت در کشورهای اروپایی.
از تجربه آمدن خود به اروپا میتونین با بینندگان ما صحبت کنین؟ چی دشواری هایی را آدم در راه تجربه میکنه و بعد در وقتی در جامعه جدید میرسه با چی دشواری تازه روبرو میشن؟ ولی بسیار 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 سخت است، نمیتون آدم در یک چند جمله اینا رو توضیح بده. از همون روزی که از افغانستان یا از ایران یا از پاکستان که آدم مهاجر میشه، غیر مدرک، بدون مدرک، غیر قانونی میایه سمت اروپا، یک کشور نیست، دو کشور نیست، چندین کشوری است که ما غیر قانونی از اونجا میاییم، به کمک قاچاقبر و به کمک از اونا میاییم در این راه ها. پلیسی خطر، خطر پلیس، خطر دوست، خطر قاچاقبر، خطر آدمکش، هر خطری هست در این راه، خطر غرق شدن، خطر زندان، هر خطری که بگید در این راه گشنگی داره، تشنگی داره. خیلی آدم ها در دریاها غرق میشن، خیلی ها از گشنگی میمیرن داخل جنگل ها و داخل دریاها. پس میایه کسایی که یک 40% یا 50% کسایی که میتونه، کسایی که زنده میمانه در ایران که میرسه به کشورهای اروپایی، وقتی اینجا میرسه، اینجا باز اصل قصه اینجا شروع میشه، اصل داستان اینجا شروع میشه. یک زبان جدید، یک کشور جدید، یک ملیت جدید، یک فرهنگ جدید، یک زبان جدید، مردم جدید. وقتی میای داخل از کشور، داخل از کشور آمدنش به یک طرف، داخل از کشور شدنش، داخل جامعه از کشور شدنش بسیار سخت است و بسیار طول میکشه. بسیار بچهای مهاجرین که می از ایران مخصوصا میایند یا از یک افغانستان میایند، زیادنش سواد ندارن. وقتی اینجا میایند برایشان خیلی خیلی سخت تمام میشه، چون مخصوصا کشور سویدن، اینجا نباید یک زبان یاد بگیری، اینجا باید دو زبان یاد بگیری، هم انگلیسی و هم سویدی. و بسیار بسیار سخت است، چون که مثل از اول گفته بودم نمیشه در چند تا جمله توضیح داده شده. عارف عزیز، سوال دیگری که شما میپرسیدم، شما من حیث یک کودک تنهای زیر سن یا نوجوان تنهای زیر سن اینجا بودین و تجربه ای رو داشتین که انترویو پاس کنین و متاسفانه جواب منفی دریافت کنین، که بسیار از کودکان تنهای زیر سن اینجا با او سرنوشت مشابه شما روبرو میشه، چه حسی دوباره با آدم دست میده؟ آدم چه ترسی دوباره با آدم شکل میگیره؟ خب ترسی که بسیار ترس زیادی وجود داره. بسیار مثلا تو میایی همه زندگی تا، فامیلی تا، خانه تا، همه را از دست میده. در این راه های میایی 7 ماه 8 ماه در این راه های میایی، بازی راه های پرخطر، میایی در کشور جدید، اینجا زحمت میکشه، زبان یاد میگیری، در این کشور داخل جامعه از این کشور میشی و اینجا یک زندگی درست مونی، رفیق پیدا مونی، فامیلی پیدا مونی در این کشور، و یک دفعه که بعد یک سال، بعد 2 سال کشور برات منفی میتم که تو پس برو در کشورت. خب اینجا همه ما میدانیم که افغانستان یک کشوری است که هر لحظهش، هر ثانیهش، هر کنج افغانستان خطر است. ای خودشان شاهد هستند، خودتان، که 5 تا 6 تا پناهجوی تنها که در سویدن دست به خودکشی کردند، همه را نشان میده. خودش کلان ثبوت است که همه یک ترس داریم، ترس از زندگی خود داریم، ترس از عاقبت خود داریم، از فردای خود داریم. عارف جان، به عنوان یک کودک تنها از مرزهای پرخطری گذشتی، بهش اشاره کردی، اما یک دولتی که خودش رو دموکرات، مدافع حقوق انسان ها میدونه، تو رو به عنوان پناهنده نمیپذیره. خب بازگشت به کجاست؟ آیا افغانستان از نظر دولت سوئد یک کشور امن محسوب میشه؟ این اطلاعات امن بودن این جامعه را از کجا آورده؟ سوئدن که دیروز نه پریروز یک اعلامی آمد که افغانستان وضعیتش بسیار خراب شده است، ولی باز هم جاگهای منطقه های امن در افغانستان است و این بسیار غیر عادلانه، غیر انسانی است. چیز سیودن، یه قانون سیودن، ما همه ما میدانیم که افغانستان هیچ جای امنی نداره، هیچ نقطه امنی نداره، ولی بازم کشور سیودن و اداره مهاجرت سیودن با انوز پافشار میکند که آیا انوز هم جاهای افغانستان امن است. و این دلیل میشه که همه بچه ها منفی میخورن، همه مهاجرانی از افغانستان منفی برشان میتن، برشان دیپورتی میاین. این خودش یک بسیار یک مشکل است، یک مشکل انسانی و یک مشکل غیر منطقی است.
عارف عزیز، شما من حیث یک کودک نوجوان تنهای زیر سن اینجا و خصوص با جوان ها شما بسیار ارتباط دارین، و اونایی که جواب منفی میگیرن یا به لحاظ روحی روانی یک وضعیت بسیار خطرناکی را دارن، اونا بسیار با شما در ارتباط هستند. ما میخواییم در مورد مشکلات عمومی اینا از شما صحبت کنیم که با چه مشکلات عمومی روبرو هستند. خب مشکل عمومی بچه‌ای است وقتی که قانون 30 یا قانون جدیدش که آمده، کسایی که 3 تا منفی دریافت میکنه باید 3 تا منفی، نه حق خانه دارن، نه حق غذا دارن، نه حق مکتب دارن و نه حق جای خانه و مکان دارن. بچه های و دخترهای تنهای افغانستان، پناهجویان افغان وقتی که اینجا آمدن، وقتی که منفی خوردن، همهش که با ما تماس میگیرن، همهشان یک مشکل دارن، مشکل جا، مشکل غذا، مشکل مکان دارن. این بسیار یک مشکل بسیار کلان است، چون سیودن یک کشوری است که ما همه ما میفهمیم که زیادترین وقت 8 ماه نومش سرد است. بچه هایی است که در جاده ها میخوابند، در سرک ها میخوابند، غذا ندارن، نان ندارن، مجبور میشن به تن فروشی دست بزنن، مجبور میشن به مواد مخدر فروختن دست بزنن، مجبور میشن به دزدی کردن دست بزنن. پس این خودش بسیار یک مشکل کلان است برای پناهجویان ما. و یک توضیح دیگه هم، چون خود من با پناهجویان تنهای زیرسین در نقش معلم همکار هستم، یک تجربه خود را با اینا شریک می‌سازم، اینی که وقتی اینا زیرسین هستن امکانات نسبتا خوبتر را به دسترسی دارن، خانه دارن، زیستی. امکانات زیستی. وقتی اینا بالسین میشن همه چیز را از دست میدن، همه امکانات خود از دست میدن، نتورک خود از دست میده، ریشه ای را که ساختن از ریشه هاش قطع میشه. بعد اما عارف عزیز، شما در اعتراضات به خصوص در تظاهرات ها بسیار یک نقش عمده دارین، در سازماندهی نا، در ارتباط با جامعه سیویدن. این چی چیز باعث شد که شما در این قسمت بسیار فعال شوین و راز موفقیت شما در چی است؟ بسیار خوب، ما چون خودم مثل از اول گفتم، من خودم چون در دیپورتی خوردم و سیتا منفی خوردم، ما خودم میفهمم. یعنی وقتی پلیس بیاید بگیرد در یک زندان بیندازد، یک کمپ سربسته بیندازد، چی احساسی داره، چی احساسی ترسی داره. پس از او خاطر من خودم جایی از اونا فکر کرده، جایی از اونا خود گذاشته، این فکر کردم که من همه میفهمه که امروز یک قانون غیر عادلانه و غیر انسانی ضد پناهجویان افغان در کشور سیودن فعلا ادامه دارد. پس از این خاطر ما نمیفهمیم که فردا همین کار شاید بازما شود. پس از او خاطر گفتم وقتی ما اگر فردا روز در زندان ما را بسته کنه، ما همین آرزو رو دارم، همین خواهش رو دارم که برادرای ما، خواهرای ما، مردم مملکت بیاید دادخواهی، برای دادخواهی از ما، برای آزاد کردن از ما بیاید صدای بلند کنه. پس چرا ما خود ما در خانه نشسته، چرا خود ما رفته اونجا تظاهرات خود ما ران اندازم؟ پس همین باعث شد که خود ما رفتم در اونجا. من چون با می گروپ های ویست تورنتی اوت انگل منیخ ایلگال اگا پیت بوری بازنا هماهنگی کردیم، بازنا گفتیم که اینجا بسیار نقش مهم داره که کسایی که بالای سن دست سیویدی هست، تابعیت از کشور داره، خیلی مهم است که اونا بیای تظاهرات کنه. چون ما یک کشور زندگی منم کشور دموکراسی است، اینجا هر کسی حق داره صدای خود را بلند کنه. پس از این خاطر ما همین رای دموکراسی را گرفتم و در این بیرون، در این سوسیال میدیا و در اخبار روزنامه و در همه جای آمادم، چون میخوایم دیگر رقم که نمیتونم، میخوایم با صدای خود، امی صدای همه مهاجران، امی سختی و بدبختی همه مهاجران در گوش از این مملکت و در این کشور از این مردم برسانم. و موفقیتی که ما انجام که دریافت کردم ای از مردم سیودن است. هرچی جوانای ما، بچه های مهاجر که با سویدا بیشتر صحبت کنه، بیشتر زندگی خود صحبت کنه، بیشتر مشکلات خود صحبت کنه، همین قضیه مردم آگاه میشه. وقتی مردم آگاهی دریافت کرد، پس این مردم میای پس پشت استه میشه، چون این مردم هم انسان هستن، این مردم هم اولاد دارن، این مردم هم خانواده دارن، اینا ما را درک میکنه. و ما هر وقتی که از این مردم سیودن، هر وقتی که التماس کردم، وقتی خواهش کردم، این مردم پس پشت ما استاد شدن. و از این خاطر ما بسیار تشکری از ندارم و تشکری از سوسیال میدیا دارم که صدای ما را بلند کرد. بسیار مهم توی صحبت تو این هست که تو در مقابل یه تصمیم ناعادلانه ایستادی، تسلیم نشدی، چون پناهندگی یک حقه، به ویژه برای هزاران کودک تنها که از جنگ، آوارگی و یک محیط به شدت ناامن فرار کردن.
اما برگردیم به خود همین تلاش هایی که تو داری صورت میدی، چقدر مهاجرین و پناهندگان افغانستانی تونستن متوجه بشن که باید متحد بشن و از کارهای فردی دست بردارن و به کارهای جمعی و اعتراض جمعی بپیوندن؟ میخوام تجربه خودت رو در این رابطه ازت بشنوم. خب من وقتی که 2014 وقت آخرای 2014 آمدم، هیچ کسی هیچ سویدی تقریبا نمیفهمید که افغانستان کدام کشوری است و چه مردم، چه فرقه های، چه زبان های، چه مذهب های افغانستان است و این مهاجره که میاد چه مشکلات داره. همینه که ما میایم صحبت میکنیم در تلویزیون با مردم، میایم در صفحه مجازی میایم، پس این خودش مردم را آگاهیش را زیاد میکنه و ما امروز میبینیم که هر روز تعداد ما، تعداد سویدی ها که میای با ما پای میوستن خیلی زیادتر و زیادتر میشن و میبینیم که بچه هایی که تا دیروز اصلا امیدشان از دست داده بودن امروز میایند در یک تظاهرات میایند سخنرانی میکنند. این همی دلیل میشه که هرچی ما بیشتر صدای ما را بلند کنیم، هموقت مردم با ما جلب میشن، هموقت مردم آگاهی زیاد پیدا میکنن و هموقت فشار سر دولت سویدن میاره. امروز ما میبینیم که بسیار گروپ های مختلف است، مثلا ویستورنتی بود که پیش از 40,000 تا مدلم داره، اینا همگیش از خاطر امی بچه ها، امی مهاجرایی که صدای خود را بلند کردن که فعال بودن، از خاطر امزنا شدن. ما بسیار یک چیزی مثبت میبینیم در چیزی در یک جامعه سیودن، مردم بیشتر با ما آگاه میشن، مردم بیشتر با مشکلات ما آگاه میشن. عارف عزیز، شما در جریان هستین که اوضاع امنیتی افغانستان خیلی وخیم تر شده است، موج انفجار انتحار شدت گرفته است، مثلا گروه های تروریستی مثل طالبان و القاعده و داعش اینا بسیار قدرت گرفتن و گذشته از او افراطیت های عجیبی در جامعه حاکم است، زن ستیزی، افراطیت علیه کسایی که نسبتا دیگر اندیش هستند، بر سنت ها و عقاید اجتماعی و خرافات اجتماعی در اونجا معترض هستند اینا، از و همچنان یک مورد دیگر که فراموش ما نشه اینه که علیه گروه های مشخص قومی و مذهبی تبعیض سیستماتیک و خطرناک حاکم است. با در نظر داشت این موضوعات کلی، اگر شما به افغانستان یک زمان برگردانده شوین، با چی مشکل اون دی بر روبرو خواهد شدین؟ اوریا جان بسیار زیاد ببخشید، صدای شما بسیار قد واسه شد، سوالتان رو نفهمیدم. ما گفتم که با نظر داشت خراب شدن وضعیت کلی در افغانستان و به خصوص کودکان تنها اگر در اونجا برگرده با چی خطرات روبرو هستن و شخص شما اگر برگردین با چی خطراتی در اونجا روبرو هستین؟ خب زیادترین بچه ها پناهجویانی که میایند سیودن، زیادترینشان خانوادهشان از دست دادن، در این راه ها خانوادهشان غرق دریا شدن، کنتکت ندارن، فامیل ندارن در افغانستان. افغانستان یک کشوری است که جنگ است، افغانستان یک کشوری است که فعلا گروه های تروریستی در حال فعال بودن هستند. گروه های تروریستی ذکر و فکر اینا است که نوجوانایی را که هیچ کمکی دریافت نمی کنن، خانواده ندارن، کمک لازم دارن، اونا را به خودشان جذب می کنن. پس وقتی که بچه ها را که از سیودن پس بفرسته افغانستان، افغانستان یک کشوری است که دولت نداریم، هیچ حقوقی بشری اونجا به این ماجرا کمک نمی کنه، پس این خیلی خطری بزرگ است که بچه های جوان به طالب و به داعش پیوستن. چون یک چیزی خیلی معمولی است، هر انسانی غذا میخواهد، هر انسانی یک سرپناه میخواهد. وقتی که جوانا پس در کشور برگردن و هیچ امکانی نداشته باشن، پس مجبور میشن. وقتی همین رقم که امروز در سیودن اینا مجبور به تن فروشی دادن و دست به فروختن مواد مخدر زدن، پس اینا حتما فردا روز مجبور میشن که در گروپ های تروریستی شرکت کنن و با اونا پیوستن. عارف جان، خیلی از مردمی که صدای تو رو میشنون، به ویژه جوانانی که در شبکه های اجتماعی فعال هستند، حتما مصاحبه تو رو خواهند شنید. من میخوام از زبون خودت با این جوانا صحبت کنی، چه کار باید بکنن، چگونه متحد بشن، چگونه برای حق مسلم پناهندگی خودشون مبارزه کنن و چه باید کرد ها رو میخوام ازت بشنوی. والا من خودم تا جایی که خودم فکر میکنم، افغانستان یک کشوری داریم که کشورهای جهان، کشورهای قدرتمند جهان مثل آمریکا و روس و ریسلند و مثل کشورهای
خیلی کشورهای دیگه، پاکستان و کشورهای دیگه، از این جنگ، این آتش در کشور ما داغ کرده و این بسیار یک مشکل کلانه، مشکل بزرگی خود ما هم هست. ما خود ما گول میخوریم، خود ما فریب چند تا عالمای دین میخوریم، در نام مذهب، در نام قوم پرستی با هم دیگه میجنگیم و با خون یک دیگه دستان رو تر میکنیم. پس امروز در سویدن ما از همه جوان ها، از همه مردم های، از همه مهاجران افغان و همه مهاجران دیگه خواهش میکنم که تنها کامیابی ما به همبستگی ما است. امروز اگر ما و شما همدیگر را دست به دست شویم، ما و شما همدیگر را، صدای همدیگر را بلند کنیم، فقط همی میتونه راهی حل باشه، فقط همی میتونه یک راهی حلی برای زندگی بهتری ما، برای فردای عاقبت بهتری ما، همی یک راه است. پس هم دست شویم، چی مهاجری، چی از هر جای افغانستان باشد، چی از یک کشور دیگه باشد، همه مهاجرها که میآید این کشور، همه از بدبختی میآیند، همه از جنگ میآیند، همه از بیکاری و گشنگی میآیند. پس ما و شما باید هم دست شویم و هم صدا شویم. هر چی هم دست شویم، همه قص طاقتور، همه قص صدای ما در گوش مردم میرسد. عارف عزیز، صحبت شما واقعا از شنیدن است. ما متاسفانه وقتی برنامه ما کم محدود است، ما امیدوار هستیم که شما هر چه زودتر نتیجه، یک نتیجه عالی را به دست بیارین، یک روزگار خوش داشت اینجا تجربه کنین و همچنان بسیار از جوانای دیگه ای که در شرایط خودی قرار دارن. ممنون از اینکه در برنامه ما حضور یافتید. ممنون عارف عزیز. در این حال خودتان آقای سمک، آقای اوریا، بسیار تشکر از تلویزیون با هم. خواهش میکنم عارف جان، فراموش نکن به همه دوستات برنامه با هم رو معرفی کن. این امکان و تریبونی هست برای اینکه مبارزات شما، تلاش های شما مداوما منعکس بشه. با هم رو خونه خودتون بدونید و بدونید که هر وقت بخواید میتونید به خونه خودتون سر بزنید. ممنونم که در این مسابقه شرکت کردی. تابستون خوبی به همراه موفقیت های بیشتر برات آرزو دارم. بسیار تشکر، بسیار تشکر. خدا نگهدار. زنده باشی. خب رضای عزیز، صحبت های عارف رو شنیدیم، نکات بسیار زیادی داشت و تأکید درستی داشت راجع به همبستگی داشتن، از کارهای انفرادی پرهیز کردن. نه خودکشی راه چاره است، نه کارهای فردی راه چاره است و نه مشکلاتی که سر راه پناهجوی تنها قطعا به وجود میاد نباید اون رو از جمع جدا کنه. کافیه که از جمع جدا شد و در دام مافیای مواد مخدر، مافیای فحشا و انواع گرفتاری های دیگه غرق شد و افتاد و دیگه یه وقت هم راه برگشتی باقی نمیمونه. یقینا صحبت های عارف عزیز نکات زیاده داشت، اما چنانچه که شما اشاره کردین، اما یک چند نکته که من اشاره میکنم مختصر، یکی ای که عارف مثل خیلی از کسای دیگه وقتی با جواب منفی با یک مشکل یا یک چالش جدی بر مخره تسلیم نشده، بلکه اعتراض کرده، هنوز مبارزه میکنه. این بسیار امیدوار کننده است. و دوم نکته ای که بسیار موفق است اینا، این که با جامعه، اینجا با جامعه سویدن یک رابطه بسیار نزدیک را برقرار کرده، چیزی که برای پناهندگان افغانستانی در ایران هم خیلی یک الگوی موفقانه خود بود. اگر که پناهندگان افغانستانی در ایران با مردم ایران هم صدا و هم نوا شوند، ما مطمئن هستیم که سر مشکلاتشان پیروز میشن. و خب یه نکته میدونیم، من میخوام همین نکته خودت رو رضا جان ادامه بدم. عارف و دوستانی شبیه اون که بارها ما باشون صحبت کردیم و خیلی موفق بودن در ارتباط با جامعه، خودشون رو مهمان فرض نکردن، خودشون رو شهروند اون جامعه فرض کردن و دنبال حق طبیعی خودشون رفتن و همین اعتماد به نفس میده به اونها. و همینطور عارف اشاره کرد، گفتش که خیلی از اونها نمیدونستن در افغانستان چی میگذره. یه بخشش اینه که دولت ها دارن دروغ میگن و حقیقت ها رو نمیگن، اصلا به کسی حقیقت رو نمیگن و میگه اونجا امنه. خب خیلی از مردم اطلاعات ویژه ای ندارن، میگن آره امنه. خب اینا برگردن در حالی که جایی برای بازگشت وجود نداره. و امیدوارم که طی گزارشاتی هم که خودتو تهیه کردی بیشتر ما راجع به مبارزات، شکل مبارزه برای دست یافتن به حق پناهندگی صحبت کنیم و همینطور یک راه پناهجویان و مهاجرین افغانستانی در ایران هم همین تشکل‌ها و همین مبارزات. یک نکته دیگر که سمک می‌خواستم عرض کنم اینه که چنانچه عارف و دوستای دیگه‌ش که بارستیم در برنامه‌های دیگه اونا رو با خود داشته باشیم، یک موفقیتی که نداشتن بر ترس خود فائق آمدن.
زنده باد. و خصوص پناهندگان افغانستانی در ایران هم با این مشکل مواجه هستند، در کشورهای دیگه اروپایی هم با این مواجه هستند. حداقل ما خود می تجربه داریم که پناهندگان بسیار میترسن، میگن که ما اینجا اقامت نداریم، ما با تا که اعتراض ما سبب اخراج ما شوه. و خیلی هاشون نسبت به تظاهرات اجتماعی بی باور هستند. بخصوص من یک دوست بسیار فعال من در آلمان است که امیدوار هستم که در یک از برنامه‌های خود داشته باشیم، که در سازماندهی تظاهرات بسیار نقش فعال داره. او را نه تنها که همراهی نمیکنن، بلکه به سخره میگیرن. امین روز در یک پست فیسبوکی خود نوشته بود ما وقتی پوسترهای تظاهرات را به دست خود دارم اونا را نصب میکنم، جوانای افغان میآیند، نه تنها که مرا تشویق نمیکنن، قاقا به من میخندن، میگه دیوانه هر روز تاو بالا میگرده و هیچ نتیجه ای هم نمیده کارش، در حالی که تظاهرات ها در اینجا نقش بسیار قوی داشته در افکار عمومی را عوض میکنه، در تغییر افکار عمومی، در تغییر سیاست ها و خیلی از موضوعات دیگر. بسیار عالی. اگر موافقی رضای عزیز یک ویدیو کلیپ نسبتا شاد هم هست و در این حال اعتراضی و انتقادی، اون رو با هم ببینیم، برگردیم به گزارش هایی که از تظاهرات های کشورهای مختلف و از جمله تظاهراتی که در شهر استکهلم برگزار شده بود و خود تو از اون گزارش تهیه کرده بودی. پس ویدیو کلیپ رو می‌بینیم. اگر کل دنیا روش خم شدیم، مادرای بیچاره ما، صبح تا شب گریان و فرزندان بیچاره ما، نالان و سرگردان، دولت ما در فکر ساتیری خود، کل دنیا روش خم ما کردن. بس هست و بچه موزیکه گل کدگه. بس هست. خب رضا،
خود این ویدیو کلیپ نشون میداد که چه اوضاع در همی هست و در این حال وضعیت امنیتی در افغانستان روز به روز وخیمتر میشه. تقریبا چیزی به نام امنیت، نه به عنوان امنیت نظامی، نه به عنوان امنیت اجتماعی، شغلی، جانی، هیچ کدومش وجود نداره. دستاوردهایی که مردم با چنگ و دندون به دست آوردن به همین سادگی دارن از دستشون میگیرن، گلبدین رو برمیگردونن، پروسه کابول که حتما خودتو در جریانش هستی، برای اینکه طالبان رو برگردونیم و اشرف غنی خیلی رسمی عنوان کرد که بیاید در کابل دفتر بزنید، بیاید حرفاتون رو بزنید. خب هزاران نفر که تلاش اجتماعی میکنن به دام دستگاه های امنیتی میفتن، جونشون رو از دست میدن، ولی به طالبان میگه بیا دفتر بزن، حرفتو انگار نمیفهمن طالبان چی میگه، انگار این جدیده و اصلا حکومت امارت اسلامی طالبان انگار وجود نداشته قبلا تو این کشور، تازه میگه بیا حرفتو بزن. میخوام کوتاه با در حد اینکه بتونیم بعدن به اعتراضات در شهرهای مختلف اروپا بویژه، الان امنیت چیه اگر بخوای تعریفش کنی؟ ما فکر میکنم که با در نظر محدودیت زمانی ما بسیار کوتاه وضعیت توضیح بدیم که امنیت در افغانستان تنها امنیت جسمی و روحی نیست، در امو هم در حال حاضر بسیار در خطر قرار گرفته، امنیت روانی مردم بسیار خراب است، در کل اگر شرایط کلی را آدم بخواد با در نظر محدودیت زمانی بسیار مختصر بیان کنه، اینی که مورد اول موج انتحار و انفجار فوق العاده شدت یافته، در حدی که مثلا در یک ماه گذشته که اونجا ماه رمضان مردم میخوانن، اضافه از پنج حمله انتحاری صورت گرفته. پنج حمله در مرکز کابل، حمله در ولایت هرات، حمله بر مراسم خاک سپاری، حمله بر مسجد الزهرا و در همین امروز هم حمله بر فرماندهی پلیس پکتیا اتفاق افتاده که در هر کدام از اینا 100 نفر، 50 نفر، 40 نفر، 20 نفر کشته و زخمی میشه. این که در گذشته چی اتفاق افتاد؟ یک مورد دیگه شی که آدم بخواد سرش اشاره کنه اینه که گروه های تروریستی در افغانستان واقعا قدرت گرفتن. مثلا نمونهش میگیم که آیسیس یا مثلا داعش غاره های ترابورا را از تصرف حکومت کنترل خود گرفت. و مورد دیگه شی که طالبان بسیار قدرت گرفته و آمارای بسیار موثق اضافه از 40% خاک افغانستان تحت کنترل خود دارن، دولت حاضر میشه که به اونا بسیار امتیازات کلان بده، از جمله دفتر سیاسی به اونا بده، از جمله حتی اکمالات است در اون حکومت گروه ستون پنجم است که از اونا حمایت میکنه. و از طرف دیگه و جامعه تنها با یک مشکل مواجه نیست، مثلا افراطیت های مذهبی، خشونت ها علیه زنان فوق العاده شدید شده. مثلا یک خبر میخوانیم که خانم فقط به خاطر ازی سر بریده شده، به خاطر ازی کشته شده که پسرش گریه میکرده، وحشتناک است. یا مثلا در مورد دیگه مثلا ببین برخورد حکومت با مردم چه رقم است، وقتی مردم اعتراض میکنه حکومت برای اونا شلیک میکنه، وحشتناک است. یا مثلا پلیس دست فروشا را یک ویدیو و یک عکسی که دیروز از ناحیه غرب کابل پخش شده بود، پلیس دست فروشا را با ضرب شد میکشه. اینی وضعیت امنیتی کلی در افغانستان است. با نظر داشت این زی موضوعات مردم کاملا نسبت به آینده، نسبت به امنیت زندگیشان ناامید شدن. با مردم در کابل ارتباط داره میگه که ما وقتی از اتاق خود براییم، از خانه خود برای تحصیل، برای کار، برای امور زندگی عادی خود براییم، هیچ امیدی نداریم که زنده برگردیم. از طرف دیگه مثلا با زرداشت این رقم یک شرایط وقت پناهندگان آمدن در اروپا، در کشورهای همسایه، هیچ درک وجود نداره، دولت افغانستان از سر اینا دست بردار نیست، این مردم بی دفاع و بی پناه را هنوز هم در برابر کمک های میلیاردی معامله میکنن. خب یه بخش از موضوع سر همین قراردادهایی که است که خود اشرف غنی اومد در پارلمان اتحادیه اروپا و در بسیاری از کشورها از جمله سوئد اومد و قرارداد بست و در واقع پناهندگان و مهاجرین و شهروندان افغانستانی رو فروخت. ما یقینا ما خود با چند نفر که در احزاب سویدنی کار میکنن با اونا وقتی صحبت میکنم، با صحبت های سیاسی صورت میگیره، با اونا میگم که با در نظر داشتی که سویدن اینقدر تعهد نسبت به حقوق بشر، نسبت به حمایت از پناهندگان دارن، چرا چنین تصمیم های امکان پذیر است که اینجا گرفته شود و چه رقم سیاست های اعمال شود؟ میگن که این تقصیر رئیس جمهور خود شماست، رئیس جمهور خود شما اینجا آمد، قرارداد با این دولت امضا کرده که اینا رو بفرستین مزنا کشور امنه، برای اونا زندگی میبخشن. خب حالا رضا، با توجه به این صحبت هایی که کردیم میدونم موضوع امنیت در افغانستان واقعا بی انتهاست،
و یه کابوس واقعا بی پایانیه بر سر مردم، مثل بختک میچرخه و خون به جامعه میپاشه. در خارج از کشور برای اینکه نشون داده بشه کشور امنی نیست، پناهندگی حق مسلم مردمی است که از اون کشور فرار کردن، موج عظیمی به ایران دارن فرار میکنن و اونها کسانی هستن که راهی برای اروپا پیدا نمیکنن، ناچار میشن از سختترین مرزها بگذرن و چیزی بجز فروش نیروی کار در انتظارشون نیست. میدونن که به صف بزرگ بازار کار بحران زده موجود در جمهوری اسلامی ایران میپیوندن و زندگی فوق العاده دردناکی در انتظارشون هست. در اروپا به درجاتی وضع فرق میکنه، ولی موج اخراج ها وسیع و وسیع تر داره میشه و اعتراض های زیادی صورت گرفت. من یه پیشنهاد دارم، یه گزارش کوتاه خود شما تهیه کردی، در سوئد تظاهرات برگزار شده بود، اونو پخش بکنیم و بعد در کشور آلمان دوستان زیادی تصاویر تظاهرات و زحمت کشیدن فرستادن، فیلم گرفتن فرستادن و همینجا من از همه شما عزیزانم تقاضای جدی دارم که از تظاهرات ها، از اعتراض های خودتون عکس تهیه کنید، فیلم تهیه کنید و برای برنامه با هم ادسان تیوی با هم از طریق فیسبوک برای ما بفرستید. من و رضا اوریا در بسیاری از صفحات فعالین افغانستانی شریک هستیم، عضو هستیم و ما رو به خوبی میشناسین. تردید ندارم در این موضوع. یادتون باشه یک بخش از مبارزه انعکاس اون و مراجعه کردن به وجدان آگاه و بیدار جامعه است. یقینا سیامک، من یک موضوع بسیار کوتاه صحبت میکنم، اون چون شما توضیح بسیار عالی داشتین نسبت به این مسئله. پناهندگان افغانستانی از مجبوریت به خاطر اینکه امکان زندگی برشان نیست در افغانستان، از اونجا فرار میکنن، میان در دام جمهوری اسلامی ایران میفته، کارگران بی دفاع بی حقوق و بعدم خیلی هاشان از اونجا با امید یک زندگی بهتر مثلا خطرات راه را تحمل میکنن، خیلی هاش خوراک ماهی ها میشه، خیلی هاش در اروپا میرسن، با مشکلات بسیار جدی روبرو هستن، از ای که امکانات زیستی ندارن، از ای که با خطر بازگشت اجباری روبرو هستن. به همین لحاظ اینجا اعتراضات بسیار قوی شکل گرفته که ما امی گزارش ها را از اعتراضات اینجا میبینیم. خب بله، ویدیو هم قابل بله آماده است برای پخش کردن و امیدوارم که صداشم به استودیو برسه. بله. انسجام زنان مبارز افغانستان در رابطه با حوادث مرگبار و خونین روزهای چهارشنبه 10، پنجشنبه 11، جمعه 12 جوزای 1396 در شهر کابل که تلفات مهلک و خسارات جدی مادی و معنوی برای همشهری‌های ما بار آورد، موضع‌گیری‌اش را چنین اعلام می‌کند: مصیبت های وحشتناک این روزهای افغانستان یک بار دیگر نشان داد که وضعیت سیاسی و امنیتی کشور ما چقدر شکننده است و مردم ما که در دهه اخیر امیدوار به بهبود اوضاع و تظاهرات و صدای چیز هست. علوس یک بخش از تظاهرات بود تا بخش دیگه‌ای که خود شما تعیین کرده بودید اتاق فرمان آماده کنه. فقط یک سوال داشتم، استقبال از تظاهرات چطور بود؟ تا آرش عزیز ویدئوی بعدی رو آماده کنه. استقبال فوق العاده زیاد است، فوق العاده جالب است. اینی که مردم سویدن اشتراکشان به مراتب وسیع‌تر و آگاهانه‌تر از خود پناهندگان افغانستان است. خیلی عالیه. خب این نکته بسیار مهمیه که مردم صدای اعتراض رو شنیدن. اون چیزی که عارف مرادی اشاره کرد، خود شما اشاره کردید و کلن تأکیدات برنامه با هم هست، به جای کارهای انفرادی، به جای دست روی دست گذاشتن، باید اعتراض کرد. چرا مردم زیادی، مردم شهروندان سوئد در این تظاهرات شرکت میکنن؟ برای اینکه همبستگی انسانی خودش رو برای اقامت پناهجویان نشون بدن و این ذهن جامعه رو تغییر میده. یقینا اگر فقط خود مهاجرین تظاهرات بکنن، یعنی که اینا یه شبه جزیره دور افتادن، ولی وقتی مردم سوئد میان شریک میشن، سخنرانی میکنن، به اعتراضات میپیوندن، یعنی که این جامعه میپذیره و راه رو باز بذاریم برای اینکه مهاجرین و پناهندگان افغانستانی
وصل بشن به ما. به هر حال مثل امیدوارم که این گزارش آماده نیست ظاهرا و به هر حال اشکال نداره. نکته دیگه اگر اتاق فرمان محبت کنن و تصاویری رو که از کشور آلمان هست برای ما پخش کنن. توضیح کوتاه من بدم سیامک، اجازه بدید الان این ویدیوی کوتاه داره پخش میشه. ویدیو کوتاه آماده شده؟ بله بله، ویدیوی کوتاهی است از نمیدونم چرا پخش میشه. بله چون من تصویر رو میبینم اما توی استودیو نمیاد چون خود گزارش خیلی کوتاه است، اگر اینقدر بشه پخش بشه چیزی ازش باقی نمیمونه. اینجا برلین هست و تظاهراتیه که در شهر برلین طی دو هفته گذشته جمع کثیری، همینطور که در تصویر بینندگان عزیز ما میبینن، جمع کثیری از مردم افغانستانی، پناهجویان از کشورهای مختلف و همینطور مردم آلمان در اون شرکت کردند و این هم یک بخش از کار هست برای ما فرستاده بودند که شما مشاهده کردید. تصاویر دیگه ای هم هست که حتما اتاق فرمان نشون میده و به خوبی معلومه که برای این تظاهرات ها کار شده، تلاش های زیادی صورت گرفته و مردم اومدن، جوان ها اومدن و امیدوارم الان تصاویر باشه که من توضیحاتی رو راجبش بدم. بله همین اینجا رضای عزیز نکات شما رو هم حتما میشنویم، ولی نکته اساسی اینه که در این تظاهرات ها که عکس هاش رو آرش عزیز داره پخش میکنه نشون میده که برای این تظاهرات ها کار شده. دقت کنیم به مردمی که اومدن شرکت کردن، ابتکارهایی که دارن به خرج میدن و شوخی نیست، ذهن جامعه مثل آلمان رو متوجه تجمع اعتراضی کردن کار بسیار سخت و زیادیه. گروهی از شهرهای مختلف دارن میان که عکس گرفتن و برای برنامه با هم فرستادن و همینجا خواستم تشکر کنم که از علی مهرجویی عزیز از برلین که تلاش کرد هم از تظاهرات و هم از اکیپ هایی که به تظاهرات میپیوستن گزارش تهیه کرد که واقعا امکانش نیست همه عکس ها و فیلم ها رو اصلا شدنی نیست پخش کنی. یک بخش دیگه از تظاهرات ها در استکهلم در سویدن اینجا سازماندهی شد که من یک گزارش کوتاه هم از تهیه کردم که به نظرم که امکان پخشش آله نخواد باشه، اما ما عکس های را ممکن از تظاهرات از اعتراضات دیگه که در اینجا شکل گرفت ممکن داشته باشیم که به جمع از فعالین حقوق مهاجرین دیشب یک مقاومت بسیار ویدیو قابل پخش است. ویدیو را کمک بخش از ویدیو رو میبینیم که اینجا در مرکز شهر استکهلم دیروز مردم دور هم جمع شدن، پرندگان و همچنان چی من اشاره کردم شمار خود مردم سویدن انانسم زیادتر بود از خود پرندگان، اینجا آمدن اعتراض کردن علیه بازگشت اجباری پرندگان افغانستانی. این که میگفتن که شرایط امنیتی در افغانستان به گزارش خود اداره مهاجرت بسیار خراب شده، مردم پرندگان افغانستانی نباید به افغانستان بازگشت داده شود. و در شام دیروز شامشم مثلا شماره از پناهندگان افغانستانی با خطر بازگشت اجباری روبرو بودند که فعالین حقوق مهاجرین در ساحه حضور یافتند، شب مدت طولانی را در اونجا ماندند و جلو بازگشت اجباری گرفتند و موفقانه در خوشبختانه در اول صبح ما پیامای زنار دریافت کردیم که موفق شده بودند که عمو بازگشت را کنسل کنند. اگر امیدوارم که آرش عزیز بتونه عکس هایی که از تظاهرات هست رو بلافاصله پخش کنه، چون هم وقت زیادی از برنامه باقی نمونده، نکات دیگری هم داریم که باید حتما راجبش صحبت کنیم. اما اون نکته‌ای که گفتی رضا، تجمع در مقابل کمپ پناهندگی که قرار بود از اون کمپ ویدیوهاش را هست احساسش را پخش بکنیم. آره فعالین در اونجا حضور یافتن با امکانات بسیار کم، سرما در اونجا تحمل کردن. شما میبینین که خیلی از فعالین از مردم سویدن هستن، همچنان از جمع مهاجرین و خیلی هاشون با مشکلات شبیه مشکلات عارف روبرو هستن، اما با همه حال مقاومت کردن، دیروزی تمام را اعتراض کردن، تظاهرات برگزار کردن، شب هم اونجا مقاومت کردن. در عکس شادمانی اونا رو میبینیم که موفق شدن دیپورت رو متوقف کنن. زنده باد. خب رضا، با توجه به نکاتی که گفتیم، یک اتفاقات خیلی زنده تری علارغم وضعیت ناامن در افغانستان، اتفاقات فوق العاده
خوشحال کننده ای در حال وقوع است و اون حضور اعتراضی مردم و اینکه نه ناامید شدیم نه مرعوب شدیم و میخوایم توی دهن همه تروریسم اسلامی بزنیم که نکبتش داره جامعه رو تهدید میکنه. دوستان با ما در تماس بودن و در برنامه‌های آینده با چند نفر از اون فعالین ما قرار مصاحبه داریم و به موقع خب میدونم لیست بزرگی از فعالین هستن که میخوان در برنامه با هم صحبت کنن. تشکل جدیدی در دفاع از حقوق زنان در افغانستان متولد شده. تولد این موجود واقعا ما تبریک میگیم. هر تلاشی، ببخشید اگر ممکنه الان پخش نکنید اینو، میگم خدمتون حتما با موقع خودش، این تولد رو باید گرامی داشت و هر چقدر از این تشکل ها ایجاد بشه و برند و متحدانه جامعه رو در مقابل تروریسم اسلامی، ارعاب زن ستیزانه ممانعت کنن فوق العاده مهمه. آرش عزیز از قطعنامه تظاهرات، ببخشید قطعنامه تشکل انسجام زنان هست که برای ما فرستادن، ازشون خیلی سپاسگزاریم. حتما با اون فعالین قرار مصاحبه گذاشتیم و باید مقداری از این قطعنامه رو پخش کنیم و برمیگردیم، چون همش واقعا قابل پخش امکان نداره. نزدیک به یه ربع ساعت، یه ربع میشه. آره مقدارش رو اگر آرش عزیز امکان بده بله با هم میشنویم. تان کابل 19 جوزای 1396، 8 جون 2017. زنان افغانستان به عنوان نیمی از پیکر جامعه که دخالتی در جنگ های داخلی و خونبار اخیر نداشته اند، متحمل صدمات بزرگ و آسیب های جدی شدند. زنانی که با از دست دادن اعضای خانوادهشان ناخواسته وارد بازی قدرت طلبان و جنگ های نیابتی شدند و تاوان های سنگین پرداختند. زنان ما دچار معلولیت و آسیب های روانی می شوند، بیوه می شوند، خانه نشین می شوند و در بدترین حالت از طرف جامعه نیز به حاشیه رانده می شوند. با وجود این همه ظلم و ستم، زنان افغانستان تنها قشری از اجتماع بوده اند که کارنامه سفیدی دارند، به آرمان های ملی خیانت نکردند، از تاجران اسلحه و مواد مخدر حمایت نکردند و تا جای ممکن وارد دسیسه های سیاسی نیز نشدند. معامله‌گری نکردند و در برابر همه بی‌عدالتی‌ها موضع مشخص خود را حفظ کردند. صدای اطلاعی هنوز هست ولی من خواستم بگم که حقیقتش ما امکان پخش هم بیانیه و هم اطلاعیه رو هر دو جا واقعا قول داده بودیم که داشته باشیم، ولی صحبت ها طولانی شد. آره ولی پخش خواهیم کرد در برنامه آینده، هم بیانیه و هم اعلامیه رو پخش خواهیم کرد، ولی الان باید از حضور دوستانمون مرخص بشیم و اگر اجازه بدی ما اعلامیه رو بشنویم و دیگه من سخن پایانی من ایست که با نظرداشت شرایط امنیتی افغانستان ارزی وجود این هم این سازمان های تشکلات بسیار فعال نیک است. شکلگیری جنبش های بسیار ماندگاری مثل جنبش روشنایی و جنبش رستاقیز تغییر و بسیار از فعالیت های اجتماعی دیگر بسیار قابل تقدیر است. مردم افغانستان بسیار شما دوست داشتنی هستین، دوست داشتنی بودن و علیه تمام مشکلات مقاومت کردن و با امید پیروزی همه شما میریم گزارش دیگر هم میبینیم و با بینندگان خود بدرود میگیم. زنده باد. پس تا هفته آینده بدرود. اطلاعیه سازمان انسجام زنان افغانستان رو در پایان برنامه میشنویم. اعلامیه انسجام زنان مبارز افغانستان، تاریخ 15 جوزای 1396. انسجام زنان مبارز افغانستان در رابطه با حوادث مرگبار و خونین روزهای چهارشنبه 10، پنجشنبه 11، جمعه 12 جوزای 1396 در شهر کابل که تلفات مهلک و خسارات جدی مادی و معنوی برای همشهری های من به بار آورد، موضع‌گیریش را چنین اعلام می دارد. مصیبت های وحشتناک این روزهای افغانستان
یک بار دیگر نشان داد که وضعیت سیاسی و امنیتی کشور ما چقدر شکننده است و مردم ما که در دهه اخیر امیدوار به بهبود اوضاع و پایان یافتن جنگ بودند، اکنون چقدر بیمناک و ناامید هستند. بیکفایتی دولت و نیروهای امنیتی، ناامنی، بیعدالتی، فقر، بیکاری و خشونت‌هایی که در حال افزایش هستند، جامعه زجر کشیده ما را، کلافه و روحیه مردم را بیشتر از پیش تضعیف کردند. اکنون که مردم آگاه‌تر از همیشه و دنبال تحقق بخشیدن به خواسته‌های دیرینشان، قفل سکوت سالیان را شکستند و حرکات خودجوشانه را در کشور برای دادخواهی و اصلاح نظام تدبیر کردند، باز هم قرار است تا مهره‌های سودجو و قدرت طلب احساسات مردم را به نفع خودشان خدشه‌دار سازند و حرکت قانونی و عدالت خواهانیشان را با دادن رنگ قومی و سیاسی زیر نام احزاب مختلف منحرف سازند. در این میان عده‌ای از موقعیت استفاده کرده و در فکر به حاشیه راندن زنان که بیشتر از نیم جامعه ما را تشکیل می‌دهند، از پروسه دادخواهی خودجوش مردم هستند و این در حالی هست که در انفجار خونین روزهای اخیر زنان مثل همیشه در صف قربانیان بودند و در اعتراضات گذشته همدوش مردان به خیابان‌ها آمدند، شعار آزادی سر دادند و سینه سپر کردند در برابر دشمن ظالم و لحظه مردان را در میدان مبارزات عدالت خواهانه و مسلط آمیز تنها نگذاشتند. بناهن انسجام زنان مبارز افغانستان با قاطعیت چنین ابراز می دارد: یک، هر نوع حرکت، تصمیم و مذاکره بدون حضور و مشورت زنان را تحریم می کنیم. دو، با صراحت اعلام می داریم که خواهان اصلاحات جدی در نظام کنونی هستیم، نه براندازی و تضعیف نظام به نفع دشمن. سه، به احزاب و گروه های سیاسی و عقیدتی مخالف حکومت اجازه نخواهیم داد تا از احساسات پاک مردم به نفع امیال و منافع شخصی خود به قیمت خون مردم امتیاز طلبی کنند. چهار، زنان افغانستان در تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان همواره نقش بسزایی داشتند. از همین رو حضور و سهمگیری آنان در حرکات‌های گسترده اجتماعی که فارغ از مسائل جنسیتی و در راستای اهداف مشترک ملی است، در مغایرت با قانون اساسی نبوده و اجازه نمی‌دهیم حکومت، احزاب و شخصیت‌های سیاسی این حق طبیعی را از زنان سلب نموده و خواست‌های آنان را در جهت بهبود اوضاع افغانستان نادیده انگارند. 5. دولت، سازمان‌ها، احزاب و نهادهای مختلف سیاسی، اجتماعی، مدنی، فرهنگی و روحانیان دینی کشور را محترمانه فرا می‌خوانیم تا با درک شرایط وخیم و اساسیت‌های سیاسی و امنیتی این روزهای افغانستان، رسالت اخلاقی، انسانی و ملیشان را در جهت ارجحیت منافع ملی بر منافع شخصی و حزبی با کمال مسئولیت پذیری و همدیگر پذیری، هم از زن و مرد فارغ از طبقه، قوم و ملیت، بدون هر نوع چشم داشت و منفعت جویی و معاملگری ادا نمایند. به امید برابری، امنیت، صلح و پیروزی تمام مبارزان، عدالت‌خواهان و رزمندگان برای رسیدن به جایگاه واقعی و انسانی مردم جنگ‌زده سرزمینمان.